به نام خدا، با سلام خدمت همه علاقمندان دوستان ورزش. با یکی از برنامه‌های سوت از تلویزیون ایران فردا در خدمت شما هستیم و قصد داریم در این برنامه در حضور کارشناسان به بررسی موضوعات ورزشی در هفته گذشته بپردازیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید، میریم و به سرعت برمیگردیم. خب در اولین بخش از برنامه این هفته به خاطر اهمیت موضوع مفقود شدن ستا کوهنورد ایرانی در رشته کوههای هیمالیای پاکستان در قله برود پیک که هنوز هم پیدا نشدن و امیدواریم که زنده باشن، اما شواهد و قرائنی که کارشناسان پاکستانی، اروپایی و فدراسیون حالا کوهنوردی اعلام میکنن دیگه این ورزشکاران کوهنوردان امیدی به زنده موندنشون نیست، اما امیدواریم که بالاخره یه خبری ازشون. به خاطر همین موضوع اهمیت اون در خدمت آقای فریدون شیبانی، کارشناس مفصل ورزشی از هلند هستیم که لطف کردن و در این بخش از برنامه حضور دارن، و همچنین آقای کامی اخگر، خبرنگار و همکارم در استودیو ایران فردا که در خدمت ایشون هم هستیم و می‌خوایم بپردازیم به این موضوع مهم و ببینیم که اصلا به چه صورت این اتفاق افتاد. آقای شیبانی، من به عنوان اولین سوال می‌خواستم از شما بپرسم که این اتفاق به چه صورت افتاد؟ فدراسیون کوهنوردی ایران در اولین گام نیامد بگه که اینا جون انسان در خطره و بعد به سرعت برن کمک اونا، اعلام کرد که اونا مجوز نداشتن و خیلی هم عکس العملای به موقع نشون ندادن. چرا این اتفاق افتاد و چرا در ادامه اون حرکت‌های درستی نبود؟ این متأسفانه یکی از تأسف‌بارترین رویدادهایی بود که در ورزش ما پیش اومد. البته اولی نیست، همین 4 سال پیش هم دقیقا همین ماجرا برای یک کوهنورد ایرانی پیش اومد و این بار برای 3 جوان. و میدونید که نامه‌ای که انتشار پیدا کرد از یکی از این کوهنوردا نشون میده که مسئولان فدراسیون کوهنوردی و ورزش ما اصلا فقط اسمشون مسئوله و از مزایای مسئول بودن برخوردارن، نه از اون وظیفه‌ای که در این قبال دارن که بتونن جواب رو بدن. اینها رو به شکل خیلی بدی باشون برخورد کردن. حتی از اون نامه شما کاملا میتونید متوجه بشید که به نوعی مسخره کردن سه تا کوهنورد. و من طی این مدتی که در کار ورزشی بودم، یعنی یه چیزی نزدیک به 43 سال، میتونم با کمال جرأت به شما بگم ورزشکاری مثل کوهنورد در فروتنی و در تواضع و در اینکه نخواد اصلا خودش رو نشون بده و خود نمایی کنه وجود نداره. اینها موجودات خیلی بزرگواری هستن همشون، و این ستا در رأس همشون واقعا میتونن الان قرار بگیرن که رفتن بالاتر از 8000 متر و یک منطقه سختی رو به نام ایران فتح کردن، افتخار به دست آوردن، و بعد در موقع فرود متأسفانه راه رو گم کردن. اما هیچ تلاشی از جانب ایران نشد، که یعنی از جانب جمهوری اسلامی نشد و از مسئولین رشته کوهنوردی که بیان اینا رو نجات بدن و جونشون رو واقعا از این خطر دور کنن. متاسفانه خبرهایی که الان دیده میشه دیگه ما نمیتونیم امیدی به این سنازنین داشته باشیم. به هر حال این یک ماجراییه که باید با نهایت اندوه بگیم که شاید ادامه هم داشته باشه. اگر یک آیت الله 90 ساله بمیره، جهان اسلام در اندوه فرو میره و بایستی همه عزادار بشن تو سرشون بکوبند، ولی این 3 نفر خب خودشون رفتن اونجا و از بین رفتن، بنابراین جایی هیچ گله‌ای وجود نداره. بسیار ممنونم آقای اخگر. خب من دیدم که تو این چند روزه خیلی تو سایت‌های مختلف به دنبال این خبر بودیم، ما هممون و همه ایرانیان و تمام شبکه‌ها، رسانه‌های حتی خارجی هم به این موضوع پرداختن. آقای شیبانی همه چیزو به صراحت گفتن و خیلی هم مشخص بود که ایشون هم به عنوان ایرانی، به عنوان انسان ناراحتن. چه اتفاقاتی در این چند روز بعد از اینکه خبرها به بیرون درز کرد که این ستا کوهنورد مفقود شدن، چه اتفاقاتی بعد از اون افتاد؟
از شما اجازه میخوام که به بینندگان عزیز و استاد شیبانی سلام عرض کنم. ببینید دقیقاً میشه گفت یک ماه هستش که از استارت این ستا کوهنورد میگذره. چیزهایی رو که من میخوام بگم اهم این مطلب های خسرو جردی در خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی هستش روی سایت ها. من خواهش میکنم علاقمندان بینندگان عزیز برن مطالعه کنن، همین الان هم میتونن برن به این سایت مراجعه کنن و مطالعه کنن. درسته. این خبرگزاری به 4 زبان خبرهای خودش رو نوشته، اسپانیایی، انگلیسی، عربی و فارسی. با همه اینها ببینید این خبرگزاری داره میگه که به مشکلات این سه تا کوهنورد برای گرفتن مجوز صعود به قله برود پیک چه مشکلاتی داره، به همه اینها اشاره میکنه. آقای خسرو جردی الان بحث سر این، امیدوارم همونطوری که شما فرمودید، من هم امیدوارم هر چقدر که این امید کم رنگ هست، امیدواریم که وضعیت جسمی اینها خوب باشه و ما نهایتا یه خبر خوبی بشنویم. خبرگزاری جمهوری میگه که فدراسیون کوهنوردی ایران چون این سه کوهنورد مراجعه کردن و مجوز صدور خواستن و گفته که ما نمیتونیم پشتیبانی کنیم، به هر دلیلی ما نمیتونیم نتیجتا به تیم کمک رسانی بفرستیم، تدارکات کمک خودمون رو یعنی بفرستیم. یعنی چی؟ من نمیفهم آقای اخی. جون سه انسان، سه قهرمان، سه پهلوان، سه کوهنورد برای فتح یه قله، اون هم از مسیری خاص، نه مسیر نرمال. اسمش مسیر ایران شده. دقیقاً اسم مسیر رو مسیر ایران گذاشتن. یه کار خارق‌العاده‌ای رو انجام دادن، ولی جون این سه جوون فدای یک برگه کاغذ میشه. درسته. آقای خسرو جردی اگر من در کنار ساحل وای میستم که نجات غریقی یک منطقه رو انجام بدم، به این منظور نیست که فقط باید در طرح ساحلی که موظف هستم جون، یعنی بگم که اگر در اون طرفتر از این طرح کسی داره غرق میشه جز وظیفه من نیست، پس انسانیت من کجا رفت؟ درسته. یک پزشک داره میره تو اتاق عمل، امضا میگیرن از خانواده بیمار. من از همینجا میخوام بگم واقعا احساساتی شدم نسبت به این مسئله چند روز گذشته. من فکر کنم همه دردناکه، واقعا دردناکه. آقای شعایی رئیس فدراسیون کوهنوردی بدونه، آقای عباسی بدونه، وقتی یک بیمار رو، یک مجرم رو که بیمار هست، حالا آسیب دیده در حین ارتکاب جرم یا بنا به دلیلی بیماری داره، مثلا میگم یک مجرم، من این رو با چشم خودم دیدم، مجرمی که محکوم به حبس ابد بوده نیاز به دیالیز داشته، آقای شعایی، آقای عباسی این مجرم بیمار رو میارن، اون دستبند رو به پایشون میزنن به تخت، اما مداوای اون شخص، اون مجرم انجام میشه. این یه مقوله سواست. بحث جرم اون، بحث مجوز نداشتن، انسانیت کجا رفت؟ یعنی سه نفر سه تا یک کار خارق‌العاده‌ای رو انجام میدن ولی فقط به دلیل نداشتن یک برگ کاغذ هیچ پشتیبانی نمیشه. آقای شیبانی، آقای اخکب نکته جالبی اشاره کرد و جان کلام رو گفت شما که فرمودید که به چه صورته. این مثلا نقش دولت ایران چیه الان که دولت دهم داره میره، اصلا هیچ صحبتی نکرده، هیچ برنامه‌ریزی نکرده و اصلا کجاست که الان بیاد باستاب بده و عکس‌العمل نشون بده؟ اگه شما که در هلند هستی، اگه یه هلندی همچین اتفاق میافتاد، دولت هلند میگه به خاطر نداشتن مجوز اصلا برای من مهم نیست؟ ببینید آقای اخگر خیلی قشنگ به قضیه اشاره کردن و البته من فکر کنم اون پای زندانی هم که میبندن و بهش میرسن متاسفانه در ایران نباشه، در کشورهایی که هست که ما میگیم به هر حال کافر هستن و اصلا آدم های بدی هستن. واقعیت اینه که اگر یک چنین اتفاقی در یک مملکتی بیفته که حساب کتاب داشته باشه، حتی رئیس جمهور تعویض میشه، مسئول ورزش یعنی وزیر ورزش عوض میشه، باید بره کنار. ما در همین هلند سر یک ماجرای کوچیک نخست وزیر استعفا داد. ماجرای یعنی کوچیکم نبود، پای این قضیه‌ای که الان برای این کوهنوردها پیش اومده خیلی کوچیک بود، ولی چون حساب کتاب داره و باید جواب بدن، به طبع یه واکنش خیلی وسیعی انجام میشه. ولی در مورد ایران شما میبینید، خب بله رئیس جمهور عوض میشه تا باید 4 سالشه و بعدش همون بساطه، هیچ ماجرایی قرار نیست عوض بشه که ما بخوایم امید ببینیم داشته باشیم که حداقل در آینده وقتی کوهنوردان میخوان کار بزرگی بکنن پشتیبانی بشن.
به قول آقای اخگر مسئله مجوز و اینا یه چیزای اداریه، مسئله انسانیت اصل قضیه است. درست مثل این میمونه در یک محلی بیان فوتبال بازی کنن پای یه بازیکن بشکنه، بگن این چون یه فوتبال محلی و بازی غیر رسمیه پاش بشکنه به ما ربطی نداره. درست. امکان نداره. شما در همین مسابقاتی که محلی انجام میشه در کشوری مثل هلند، فرانسه، انگلیس و کشورهایی که حساب کتاب داره میبینید که میان و به بهترین شکل هر ارگانی بهش میرسه و ارگان ورزشی به عنوان مسئول ورزش اون کشور میاد وارد قضیه میشه. از عملا دیگه به دولت ایران آقای اخگر نباید امیدی داشت با این شرایط که الان داریم میبینیم. میخواستم خیلی کوتاه بگید چه اتفاقات میدانی در اون منطقه افتاده، چه فعالیت هایی شروع شد، به کجا رسیدن؟ بعد خیلی بعد دو سه روز هم گفتن که اصلا همه چی جمع جور شده. هیچ پیگیری از سوی فدراسیون ایران انجام نشد، اگر شد از سوی ارتباطات باشگاه آرش بوده، باشگاه آرش. با فدراسیون کوهنوردی پاکستان رایزنی هایی که شده. درست. به سرتیمی یک کوهنورد بسیار ماهر و قدیمی به نام توماس لامل آلمانی. درست. که اینها رفتن با هلیکوپتر ارتش پاکستان عکس برداری کردن، فیلم برداری کردن، تمام پیام هایی رو که گرفتن بررسی کردن. آخرین پیام توسط آیدین بزرگی از این تیم سه نفره، توسط آیدین بزرگی در 29 تیر ماه روز دوشنبه ساعت 7:30 غروب انجام شده با تلفن ماهواره‌ای که داشته. اونطوری که توماس لامل گفته آیدین ارتفاع خودشون رو 3000 متری، حدوداً 3000 متری اعلام کرده، ولی آقای لامل معتقد هستش که ایشون اشتباه میکنه به علت از دست دادن توان فیزیکی خودش این ارتفاع رو اشتباه اعلام کرده. و چون هلیکوپتر آقای خسرو جردی میتونه برای نجات تا ارتفاع 6300، حدوداً 6300 متری بره، بعد از اون ارتفاع نمیتونه بره، و اینها تا این ارتفاع هرچی که بوده عکس برداری کردن با دوربین های مخصوص. احتمالاً اینها در ارتفاع 7500 متری بودن، یعنی در ابتدای راه برگشت بودن. حالا آقای اخگر ببخش میونه کردم، شما یه شناگری بارها و بارها تو دریا تو رودخونه شنا کردی و حتی شب غریقی هم نجات داده باشی، توی شنا اون هفته گفته که بلا فاصله قبل از این که اصلا بخوان غرق بشن به خاطر ایست قلبیه که جونشون رو از دست میدن. خودت فکر میکنی تو اون شرایط، حالا یه قیاس میخوام بکنی، تو اون شرایط بالای 7000 تا، خودت فکر میکنی حالا دریای طرف کوه طرف، فکر میکنی که چند درصد امید باشی که اصلا اینا حالا یک اپسیلون درصد اینا زنده باشن تو اون شرایطی که الان با اون وضعیتی که تو سایت ها میخوندی خبر رو؟ باز من برمیگردم به حرف آقای توماس لامل که گفته اینها در روز آخر، یعنی در آخرین حمله خودشون به سمت قله، فقط تونستن 57 متر صعود داشته باشن، یعنی درست. یک روز 57 متر و رسیدن به قله. درست. و این نشون میده که توان اونها تموم شده بوده. و دلیلش اینه که اینها از راه همیشگی نرفتن، صعود نکردن، از راه خاصی رفتن، حالا به نام راه ایران هم مشهور شده. این باعث شده پس باید در راه برگشت، یعنی عملیات نجات باید از همون ابتدای برگشت برای اینا آغاز می شده که این مسئله انجام نشده. از بین رفتن توانشون در ارتفاع 7000، بالای 7500 متری، از دست دادن توان فیزیکیشون و نبودن اکسیژن کافی، من فکر کنم حالا کم بوده امکاناتی خود دولت پاکستان هم داره و فدراسیون کوهنوردیش مزید بعد علت شده تو منطقه. حالا امیدواریم که بینندگان عزیز ارجمند ایران فردا، امید داریم که این سه تا کوهنورد عزیز ایرانی حداقل امید داریم که زنده باشن و حالا در چند روز آینده و حالا شاید خبر خوبی بشنویم. اما اگر این سه نفر جون خودشون از دست، مطمئن باشید که ایرانیان قدر این سه نفر رو میدونن و اون مسیر در قله برود پیک به اسم ایران ثبت شده، ایران یعنی ثبت شده. چیزی نیست که مجوز بخواد مجوز نخواد. آقای خسرو جردی یک کار بزرگی دیگه اگه اجازه بدیم میگم، در برای صعود به این قله از یک مسیر دیگه تیم امریکایی خواسته به قله های دیگر این رشته کوه صعود بکنه. از مسیر دیگه در تا حدودی اینها هم مسیر بودن، یعنی این تیم امریکایی که سرتیمش هم آقای اسکات پاوری کالیفرنیایی بوده، کوهنورد مشهوری هست، درسته، هم سفر بودن تا مرحله ای از این صعود با تیم ایرانی. یکی از این آمریکایی ها پاش میشکنه، از شش ناحیه یک پاش شکسته میشه، آیدین بزرگی جوانمردی میکنه و این رو برمیگردونه با اینکه
مسافتی از مسیر طی شده بوده، بر میگردونه، غذا میده، آب میده. حتی این آقای کوهنورد امریکایی گفته که من چندین کلمه و جمله به فارسی یاد گرفتم. بسیار بسیار ناراحت بوده، یک نامه نوشته. درسته. در خبرگزاری هم چاپ بله. شده. این ابراز احساسات یک امریکایی هست و اون هم عقب نشینی و سکوت فدراسیون کوهنوردی. من همینجا بگم که توی رسانه‌های مکتوب بیشتر رسانه‌های تصویری نمود داشت در ایران. من نگاه می‌کردم ایستا خیلی خوب خبر زده بود، خبر آنلاین بود، یعنی خیلی خوب پوشش داد، اما رسانه‌های تصویری مثلا صدا و سیما خیلی پوشش ندادن. امیدواریم که این اتفاقا نیفته و اگر افتاد به مجوز غیره و زالک توجه نکنه دولت و فدراسیون حالا کوهنوردی که الان ما داریم صحبت میکنی و جون انسان مهمه. عذر میخوام که من مجبورم با شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده. امیدواریم در هفته آینده هم از کوهنوردی خبر خوب بشنویم، هم که در بخش های بعدی هم دوباره در خدمت شما هستیم. اگه صحبت نمونده با شما خداحافظی میکنم. منم از شما خداحافظی میکنم مثل شما. امیدوارم که همه چی بهتر از این بشه. که بسیار ممنونم آقای شیبانی عزیز، تشکر میکنم از حضورت در برنامه و اطلاعات خوبی که درباره خصوصا کوهنوردی که بحث روزم هست به ما دادی. بسیار ممنونم آقای شیبانی. خب این بخش رو پایان میبریم. حضور آقای فریدون شیبانی مفسر ورزشی و آقای اخگر و بحثی که درباره سه تا کوهنورد مفقود شده ایرانی در ارتفاعات برودپیک پاکستان بود و گفتم باز هم امید داریم که اخباری خوش در روزهای آینده ببینیم و بشنویم. خب این بخش رو پایان بریم، تصاویر کوتاهی از ورزش می‌بینیم، در بخش بعدی در خدمت شما خواهیم بود. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. بخش از برنامه بخش فوتبالی داریم. کوروش بازیار از آلمان همراه ما هستن همچون هفته های گذشته و عادل هردانی عزیز از نیوکاسل انگلستان و قصد داریم که با این دو نفر درباره مسائل فوتبالی که در هفته گذشته در ایران اتفاق افتاده صحبت بکنیم. کوروش جان سلام عرض میکنم، وقتت بخیر. سلام های خاص جدی خدمت شما همکاران محترمتون، همچنین آقای عادل هردانی و بینندگان عزیز. ممنونم عادل هردانی عزیز، سلام عرض میکنم و خسته نباشید. منم خدمت شما همکاران و محترمتون آقای بازیار عزیز و تمام مردم عزیز ایران عرض سلام و ادب دارم. خواهش میکنم آقای بازیار، با این امکانات و با این شرایطی که فدراسیون فوتبال داره، با این امکاناتی که ورزشگاه‌های ایران دارن، با هم صحبت کردن از میزبانی جام ملت‌ها باید جدی گرفت این صحبت‌ها رو، در حالی که خود علی کفاشیان گفته اصلا دولت هیچ اعتنایی نکرده به این قضیه و اصلا هیچ همراهی نکرده و ایشون گفته ما تنها هستیم. چیه قصه؟
از نظر سخت افزاری ما فرصت مناسب از نظر زمان داریم که بسازیم تا روز جام ملت هایی که ما قرار میزبانش باشیم. اما چند نکته است که در صحبت های آقای کفاشیان واقعا جای بحث داره. اینکه اولا ما خودمون در داخل ایران مشکل توافق بر سر تصمیم گیری برای درخواست میزبانی به کنفدراسیون فوتبال آسیا رو داریم و نهادهای مختلفی در این زمینه تصمیم میگیرن که یکی از مهمترین تصمیمات ورود خانم ها به استادیوم هست که مطمئن باشید در چنین مسابقاتی کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا مهمترین مسئله براشون پر جمعیت تر کردن استادیوم ها از نظر تماشاچی و مناسب بودن جای نشستن خانم هاست. و مسئله مهم دیگر هم اسپانسر این جور مسابقات هست و فعلا مشخص نیست چه کسی میاد اسپانسر میشه. ممکنه مثل سالهای قبل یک قهوه‌ای از گوشه از دنیا بیاد به عنوان کافی ایکس یا ایپسیلون و اسپانسر بشه و آقایون بگن که این قهوه قهوه صهیونیستیه، یا مکدونالد بخواد بیاد بشه، آیا اجازه میدن که چنین اسپانسرهایی بیاد؟ بنابراین ابتدا ما بایستی خودمون با خودمون مشکلمون رو حل کنیم و بعد این مسئله رو به گوش کنفدراسیون فوتبال آسیا برسونیم، که خود آقای کفاشیان هم گفته بود من بایستی کفش هایی رو با پاشنه آهنین بپوشم و برم مجوز ها رو بگیرم، که من شما بینندگان عزیز همه میدونیم که چنین مجوزایی به آقای کفاشیان داده نخواهد شد. آقای هردانه مثلا در همون اهواز یکی از شهرهای میزبان باشه، اونجا ورزشگاه تختی اهواز سالیان ساله که یه ورزشگاه است و اینکه ورزشگاه قدیر اهواز اصلا فقط یه افتتاح شده، هیچ بازی هم برگزار نشد. خود اهواز اصلا میتونه میزبان باشه؟ ببینید اصلا مشکل ما مشکل اهواز نیست، مشکل ما مشکل تمام مملکت ایرانه. ما مشکلی که داریم الان از نظر فرهنگی، چون یه بره از زمان اومدیم و یه جوی درست کردیم که خانما نباید ورود کنن به استودیوم، اونجا نمیدونم الفاظ رکیک زده میشه. چرا زده میشه؟ چرا نمیان فرهنگ سازی بکنیم که مردمی که میرن فوتبال تماشا کنن مثل تمام دنیا فقط تشویق کننده تیمشون باشن؟ حالا چه اشکال داره زن بره کنار مرد بشینه و تشویق کنه تیم مورد علاقه شو یا بازیکن مورد علاقه شو؟ من به نظرم ورود زن تو استادیوم شاید خیلی هم چیز قشنگی باشه، ولی متاسفانه مسئولین ما از این که بتونن یه کار بزرگی انجام بدن ترس دارن و به نظرم فرهنگ سازیمون خیلی عقب مونده است. خیلی ما نسبت به تمام دنیا عقب هستیم و شرایطی نیست که الان خانما ورود میکنن به استادیوم. به نظر من اگر قرار با شما میزبانی جام ملت‌ها رو میخوایم بگیریم، باید خیلی ریلکس و چیز عادی بریم جلو. من به نظرم فرهنگمون طور ایجاب میکنه که مردمون وقتی تو استادیوم باشن و خانومی که بردستش نشسته باشه یا کنارش نشسته باشه دیگه توهین نمیکنه، مطمئن باشید. ولی الان تو شرایطی که همه مرد هستن تو استادیوم، یه چیز عادی میشه توهین کردن به داور، به بازیکن، به تیم حریف، به مربی حریف. ولی وقتی حرمتی اونجا باشه و غیرت ایرانی اونجا باشه، به نظرم اینا شکسته میشه و این دیواری که کشیدن برای زن و مردی که سالیان ساله میشکنه و خودشون پی میبرن که کجای کار هستن. کوروشان، عادل اشاره کرد به ورود بانوان و زنان. ولی زنان، میخوام من یه فلشبک بزنم به تیم فوتسال و فوتبال بانوان ایران که در اون مراسم که آقای محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد هم حضور داشت، مراسمش تجلیل از تیم 98، تیم بانوان و چند تا تیم دیگه، واقعا سر و صدا زیادی به پا کرد. اون مراسم همه خیمه شب بازی اعلام کردن و تیم زنان مخصوصا تیم فوتسال و فوتبالشون گفتن که اصلا هیچ شأنی واسه اون قائل نشدن. چه مراسمی بود اصلا؟ آقای خسروجردی، من به دو نکته میخوام اشاره کنم. یکی این که اگر ما میومدیم، البته ما مردم رو نمیگم، مسئولین برگزار کننده رو میگم، اگر میومدن و تیم کامل فوتسال بانوانمون رو که با اقتدار اومدن نایب قهرمان آسیا شدن جلوی دوربین های تلویزیونی میذاشتن، قدم بردارن، روی سکو برن، یک نوع تشویق میشد برای خانواده ها که بیان بچه هاشون رو به فوتسال و فوتبال ببرن و اونها بازی فوتسال رو در کنار این عزیزان شروع بکنن و یک جو عمومی در جامعه راه میافتاد و به نظر من این کارشون برنامه ریزی شده بود. هرچند که من با تمام انتقاداتی که در مدیریت و برنامه ریزی اینجور جشن ها دارم،
عدم لیاقت دست اندرکاران برای برگزاری چنین جشنهایی، اما من گلم روی گله من با سرکار خانم شهرزاد مظفر همکار محترم من است که ایشون خودش قدر و منزلت خودش رو ندونست. آقای خسرو جدی، شما یادتون میاد مقدماتی جام جهانی 98 وقتی که محمد مالی کهن سرمربی تیم ملی فوتبال بود، یک شب قبل از بازی عربستان بود اگر اشتباه نکنم، محمد مالی کهن رو دعوت میکنن، بهش میگن دو یا سه بازی کن با خودت بیار به تلویزیون. محمد مالی کهن میگه یا همه تیم با من میان و یا من هم نمیام، و تلویزیون رو مجاب کرد که در هوای آزاد در یک استودیوی روباز تمام تیم ملی با کادر فنی و ذخیره ها اومدن جلوی دوربین ها نشستن و شب بیادماندنی رو برای مردم به یادگار گذاشتن. ای کاش خانم شهرزاد مظفر در اون آکواریوم شیشه‌ای که دختران ما رو درش پنهان کرده بودن در کنار بازیکنانش می نشست و آماده ی هر گونه برخوری از سوی آقایون فدراسیون و حراست و منشور اخلاقی میشد، اما تن به چنین خفت و خاری برای دخترانش نمیداد. آقای خسرو جردی، ما یا تو سرمون میزنن یا میشینیم تو سرمون بزنن و یا میشینیم و میگیم بیاید بزنن. متاسفانه خانم شهرزاد مظفر بلند شد و گفت بیایید تو سر این دختران بزنید، و اونا هم با شدت هرچه تمامتر روحیه، شخصیت و تمام زحمت این عزیزان رو برباد دادن. بسیار ممنونم عادل هردانی عزیز. خب کوروش اشتراک به تیم بانوان فوتسال و فوتبالش تو همون مراسم که یه نیمه میشه برگزار نشد، تیم 98 با تیم 2014، افشین پرهانی و از بازی گفتش که من هنوز مجوزی که 14 سال 98 بهم دادن، حالا شده 14 15 سال پیش، گفت هنوز تو خونه است و هیچ مجوز اصلا اجرایی هم نشد. خیلی از بازیکن 98 هم اعلام کردن که اون زمان اصلا پولی به اون صورت نبود. می‌خواستم بپرسم که نظر شما درباره مراسم به اصطلاح تجلیل چیه و چه تفاوتی کرده فوتبالیستی که الان داره پول میلیاردی میگیره با اون زمانی که شما بازی می‌کردید؟ اتفاقا به خیلی نکته خوبی اشاره کردید. سال 71 من دعوت شدم تیم ملی اردوی تیم ملی، زمان آقای پروین بود. خب اون موقع خوشبختانه از طرف استانداری به من یه قطعه زمین واگذار شد، به من گفتم که بهترین نقطه اهواز به زمین میدیم کیان پارس، بعد تبدیل شد به گلستان، بعد تبدیل شد، خلاصه سرت در نیارم. اون از اون روزی که این برگه رو به من دادن تا الان هیچ خبر از اون زمین نیست و 21 دو سال میگذره و مسئولینمون همیشه از اون قول قرارا زیاد نمیدن، ولی به نظر من دست به یخچالشون خوب بود، دست به جاروبرقیشون خوب بود، دست به قابلمه دادنشون خیلی عالی تر بود. این چیزایی که اصلا یه چیزای مسخره است آقای خسرو جلدی. من اینا رو میگم چون خودم تو بطن این کار بودم و به خود من میدادن. ما تیم استقلال تهران رو دعوت کرده بودن، رفتیم به قزوین، اونجا به اون برای اینکه تو اونجا یه بازی دوستانه انجام دادیم، نفر یه ست قابلمه به اون دادن که فکر کنم اصلا خیلی آدم نمیدونه چی بگه، شرمنده، واقعا شرمنده، باید شرمندگی رو تمام پیشونه این مسئولین بمونه. خب عادل، چرا یه سری از این بازیکن‌ها شرکت کردن تو این بازی، حالا خیمه شب بازی، یه سری بازیکن مثل خداداد عزیزی گفت اصلا نیومد، گفت یه مسخره بازی بوده و شأن ما رو بردن پایین. علی دایی شرکت نکرد، چند نفر دیگه هم نیومد، چرا اون یه سری بازیکن‌های دیگه اومدن؟ آخه امیر خان ببینید، ما الان نگاه کنید، ما از بازیکنی یا از مربی که رک و راست و قاطعانه بیسته تو روی مسئولین بدمون میاد. ما اگه کسی بخواد اونجا حرف بزنه بگه آقا این کارتون اشتباهه، مطمئن باش فردا اصلا طوری سرشو میبرن که اصلا تو فوتبال دیگه وجود نداره. خیلی ها این کار کردن. شما نها کنید اصلا 98 با جوانایی که الان دارن بازی میکنن، نه نظر فنی، نه از نظر، ما نمیگیم از نظر فنی اونا شاید خیلی هم بهتر باشه 98 ها، ولی یه بازیکنی که الان 20 سال از فوتبالش گذشته، یه بازیکنی که 100 کیلو وزن پیدا کرده، با یه جوانی که خیلی آماده است، تو اردو بوده، تو شرایط مسابقه بوده، الان میایم اون بازیکن 98 خار میکنیم؟ اون افتخار فوتبال ماست. نباید ما این کاری میکردیم. اگر میتونستیم میومدیم میگفتیم آقا تو اون بره از زمان بازیکنایی که به ملی دعوت شدن، حالا چه بودن چه نبودن، چه تو یه تورنمنتی شرکت کردن، یه 30 تا بازیکن جمع میکردن
یه 30 دقیقه بازی میذاشتم و تمام میشد میرفت. عادل، این ولی داستان ابراهیم تعامی چی بود که اعتراض کرد گفت منم تو این بازی ندادم و خیلی شکایت کرد؟ آقای خصوص جدی، مگه ابراهیم تعامی؟ حالا من کار ندارم، ابراهیم فوتبالیست خیلی فوق العاده ای بود. ابراهیم تعامی اگر قدر خودش رو میدونست، فکر کنم همون حرفی که خودش زد من تایید میکنم، دیگه مثل ابراهیم تعامی تو فوتبال ما نمیاد، مطمئن باش، اینه من به جرئت میگم. ولی چرا ابراهیم تعامی تو بازی استرالیا اومد بازی کرد، تو اردوها بود، تو بازی ها بود، برای این بازی به قول خودش حتی آقای خیابانی یه اسمی رو کاغذ از اون نیورد؟ مگه ابراهیم تعامی جز ایران نیست؟ مگه خوزستان ایران نیست؟ و چرا اینقدر تبعیض؟ چرا اینقدر نجات پرستی؟ تا کی؟ تا کی میخواد این کارو بکنید که جوانامون الان نمیدونم چی بگم، همه یه هر کسی برای خودش شده، نمیدونم من ترکم، من عربم، من فارسم، من نمیدونم شمالیم، من این، تا کی؟ همه داریم تو ایران زندگی میکنیم، ولی متاسفانه دارن یه کاری میکنن که من ترسم از روزیه که اتفاقی بیفته که نباید بیفته. بسیار ممنونم از عادل هردانی. همونطور که عادل هم فرمودن، همه ایرانی هستن، چه عرب، چه ترک، چه خراسانی، چه ترکمن، همه در ایران زندگی میکنن و ایران سرای همه است و امیدواریم که همه رو به یه چشم ببینن. آقای بازه، در دقایق پایانی برنامه هستیم. این داستان جواد نکونام و استقلال یه داستان کشداری شد. خیلی اومدن گفتن جواد نکونام به این دلیل این کارو کرد که به پولش برسه و به هدفش هم رسید. نظر شما به عنوان کارشناس فوتبال چیه؟ این داستان اصلا حق رو به کی میدیدیم اصلا؟ آقای خسروجردی، من حق رو به بازیکن میدم. وقتی که شما با یک نفر قرارداد میبندید، موظف هستین تمام مفاد اون قرارداد رو رعایت کنید. و اگر در اون قرارداد نوشته شده 1,750,000 تومان، بایستی تا قرون آخر اون پول رو به جواد نکونام پرداخت کنه آقای فتح‌الله زاده و باشگاه استقلال. همه ما دیدیم، شنیدیم از آقای فتح‌الله زاده اومد توی تلویزیون و اعلام کرد که 350 میلیون قرارداد بسته و مابقی بایستی به اوساسونا پرداخت بشه، در صورتی که ما امروز میبینیم تمام اون صحبت ها متاسفانه نادرست از آب در اومد و تمام پول حق جواد نکونام است. نوش جون جواد حقشه، بازیکن بین‌المللی ماست، بایستی به اون توانی که در وجودش هست پول دریافت کنه. اما از این که دیر اومد به تیم اضافه شد، از این که به قول شما حق داشت یا حق نداشت، من به عنوان یک مربی که زندگی بازیکنانم رو از نزدیک میبینم، حرفای عادل اردانی رو میشنوم که 21 سال پیش بهش قول دادن و عملی نشده، تمام حق رو به جواد میدم. مطمئنم جواد اگر پول فوتبال نباشه، مثل خیلی از بزرگان دیگه‌مون برای نون شبش میمونه. یک نکته هم به این جوایز اضافه کنم، یکی از کشتیگیران ملی ما که مدال طلا و نقره جهانی داره، در شمال کشور یک پراید از طرف استاندار یا فرماندار اون شهر دریافت کرده که متاسفانه شرکت سایپا الان اومده بعد از یکی دو سال اجازه شماره کردنش رو بهش نداده و اون پراید رو دزدی اعلام کردن و میخوان پراید رو ازش پس بگیرن. مرسی عادل، خیلی کوتاه. خب کوروش بازار گفت من حق رو به جواد نکونام میدم. این وسط میلیون هوادار استقلال چه گناهی کردن که تا روز آخر نمیدونستن حالا کاپیتان تیم ملی و بازیکن محبوبشون تو استقلال میمونه یا نمیمونه؟ آخر در دقایق پایانی فهمیدن که این بازیکن موندنیه. به عنوان یه بازیکن که در تیم استقلال هم بودی، گناه هوادارای این تیم چیه؟ اصلا هوادار هیچ گناهی نداره، ولی حق مسلم یک بازیکنه که پولش بگیره. این عرف تمام دنیاست. شما اگه نگاه کنید تو کوچکترین کشورهای دنیا، حالا نمیگیم کشورهای پیشرفته، ولی کوچکترین کشورهای دنیا هم وقتی قراردادی ثبت میشه، لازمه که به اون مفاد قرارداد انجام بشه و مدیریت وظیفه‌ش، آقای فتح‌الله زاده وظیفه‌ش به جواد نکونام پولش بده. جواد بازیکنیه که تاثیرگذار بوده برای استقلال، جزو کسایی بوده که برای ملیمون خیلی تاثیرگذار بوده و اگر بخوایم با این کارا، به نظرم در شأن جواد نکونام نیست. خودش هم گفته من این پول میبخشم و میرم، اصلا دنبال این پولم نمیگیرم. این شخصیتش میرسونه، اون بزرگیش میرسونه و مطمئن باشید که جواد نکونام هر چقدر پولم که بهش بده استقلال لیاقتش داره. بسیار ممنونم عادل هردانی عزیز. کوروشان خیلی کوتاه، حالا من این بحث رو هفته آینده بیشتر باز میکنم، اما مدارس فوتبال خودت هم میدونید، خودت هم با تیمای پایه کار کردی و قطعا بهتر از من میدونی، در این سالیان سال که در ایران هستش شده حالت نوندونی یه سری افراد و
پولهایی که خانواده دارن هزینه میکنن به خاطر که بچه هاشون به جایی برسن، اما آخر سر از حالا یا جاهای دیگه در میارن که پولهاشون به هدر رفته و آخر هم به جایی نمیرسن. فدراسیون فوتبال هم بارها و بارها اعلام میکنه که این مدارس فوتبال غیرقانونی و باید مجوز بگیرن و هر سال میبینیم که مسائل بغرنج اتفاق میفته که خانواده آخرش هم دست به گریبان مراجع بالاتر میشن. واقعا چیه داستان؟ به عنوان کسی که خودم فوتبال رو از کوچه خیابونا شروع کردم، در تیمای باشگاهی تهران بازی کردم در رده جوانان و نوجوانان، من اینجا هم دارم از نزدیک نحوه آموزش تیمهای پایه رو در تیمهای محلی تا بوندسلیگا از نزدیک میبینم. عادل هردانی عزیز هم هست، بازیکن ملی ما بوده، میتونه اینجا حرفای من رو تایید یا تکذیب بکنه. هر بازیکنی اگر در نزد بزرگترین مربیان فوتبال دنیا تمرین ببینه اما در کوران مسابقات رسمی بازی نکنه، هیچ فایده‌ای برای اون نخواهد داشت. بنابراین خواهش من از خانواده ها این استش که این بچه ها را به مدارس فوتبال نفرستن، مدارس فوتبالی که در لیگ های رده های مختلف مسابقات رسمی برگزار نمی کنن جز گرفتن وقت، پول و بعضن جان عزیزان این خانواده ها که ما دیدیم و برنامه‌ای که شما درست کرده بودین در مورد اون بازیکن 8-9 ساله‌ای که در مدارس فوتبال تهران جانش از دست داد شاهد این قضیه است. بنابراین تا روزی که ما لیگ‌های پایه نداشته باشیم و مسابقات رسمی برای باشگاهی و حتی حذفی برای تمام ردا برگزار نشه، هیچ بازیکنی با بزرگترین مربیان دنیا به جایی نخواهد رسید. مرسی عادل. 30 ثانیه نظر شما رو می‌خواستم بدونم در این باره. آقای خصوصی جدی، من بذار چیزی بگم. من تقریبا یه مدرسه فوتبالی تو اهواز بود و بعضی موقع که صبح برای استقلال اهواز تمرین می‌ذاشتم می‌رفتیم، می‌دیدم که بچه‌های میان اونجا. ببینید یه سری باید مقررات و قوانین باشه. ما نمیتونیم بچه‌ای که 12 سال سنشه ولی 100 کیلو وزن داره بیاریم تو مدرسه فوتبال. این فقط برای وقت گذروندنه، برای پول درآوردنه، برای اینکه جیبمون رو پر کنیم. من اون سری هم الان بچه ها از اهواز با هم تماس گرفتن، آقای خوزجردی، گفتن که آقای عادل هردانی چرا اسم قصاب و چرا اسم، گفتم من باید بگم مدرس فوتبال الان شده قصاب، مدرس فوتبال الان شده نمیدونم کسی که کسبه است، کسی که راننده ماشین. توهینی نمی کنم به کسی ولی شغلشون این کار نیستن. من نمیتونم الان برم آقا یه قصاب بشم چون نه بعدم چاقوش بگیرم نه گوشت میشناسم چی به چیه. ولی متاسفانه الان شرایط طوری شده که مدارس فوتبال شده فقط برای پول در آوردن و چیز دیگه نیست و هدر دادن استعدادهایی که واقعا میشه پیدا کرد تو جوانا. ولی مسئولین میگم نسبت به این قضیه به نگاه دیگه ای دارن. آقای بازیر، در عرض 30 ثانیه به آخرین سوال، گزینه‌های تیم المپیک یا تیم امید هم رفته رفته داره میاد بیرون، این وسط علی منصور هم خودش یکی از مدعیاست، نظر شما در این باره چیه؟ آقای خسروجی، ما قبلا در مورد علی منصوریان صحبت کردیم، واکنش طرفداران علی منصوریان و استقلالی ها رو دیدیم، توهین هم به ما کردن. اما ما برای این اینجا میایم صحبت میکنیم که تجربیاتمون رو در اختیار فوتبال و فوتبال دوستان قرار بدیم. با تمام احترام به علی منصوریان، علی منصوریان تا وقتی که در تیم‌های باشگاهی کسب تجربه نکنه جایی برای سرمربیگری در تیم ملی فوتبال در هیچ رده‌ای نخواهد داشت. بنابراین اگر قرار است مربی رو الان ما برای تیم امیدمون انتخاب کنیم، از بین مربیان داخلی حسین فرکی و از بین مربیان خارجی شاغل فوتبالمون به نظر من کرانچار یا مربی زوبان بوناچیچ میتونن گزینه‌های خوبی باشن. در غیر این صورت روابط هست انتخاب علی منصوریان و مطمئن باشید ما باز هم پشت در کنکور المپیک خواهیم بود. آقای هردانی، نظر شما به عنوان یکی از بازیکنان تراز اول در زمان خودش و تیم المپیک که الان چند دور است نرفته، نظر شما چیه؟ امیر خان، ما همه اون مربیایی که داریم انتخاب میکنیم همونطور که کورش خان گفت رو رابطه است، اصلا قانونی در کار نیست. اگر نگاه کنیم ما تیم جوانان خیلی خوبی داشتیم ولی متاسفانه گماردن آقای محمدی به عنوان سرمربی تیمی که خیلی بزرگتر از اسم خود محمدیه. ما وقتی محمدی میاد با جوانان کار میکنه، بازیکن میاد پیشینه میبینه که آقای محمدی کی بوده، تو فوتبال ما کجا بوده، بازیکن مطرحی بوده،
کلاس های مطرح گذرانده، سرمربی تیمی بوده، وقتی هیچ کدوم از اینا نیست و بر اثر یه روابط اومده شده سرمربی جوانان و اون افتضاح به بار آورده، من روزای آفتابی برای تیم امیدم نمیبینم. بسیار ممنونم از عادل هردانی عزیز به خاطر حضور در برنامه، باش خداحافظی میکنم. مرسی، خداحافظ شما. آقای بازرگ اگه صحبت نمونه منم با شما خداحافظی میکنم. یک 30 ثانیه من اجازه میخوام اگه وقت هست در مورد محمد جمشیدی عضو جدید هیئت مدیره پرسپولیس صحبت کنم که ایشون با توجه به سن و سال خیلی کمی که دارن رئیس هیئت مدیره باشگاه پیکان هم هستن، معاونت فدراسیون تنیس هم هستن، رئیس باشگاه انقلاب و کشوری هم بودن و وقتی که من پرسجو کردم از دوستان در رشته‌های مختلف متوجه شدم ایشون به مراکز امنیتی وابسته هستن و برای دور زدن کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا از اینکه ازشون خواستن که نیروهای دولتی در باشگاه ها در اداره باشگاه نداشته باشن، متاسفانه میبینیم که قوانین بین الملل رو دور میزنن، میان افراد نظامی امنیتی رو اینجوری میارن و کسی مثل محمد جمشیدی با سن سال کم رو میارن و جز هیئت مدیره پرسپولیس میکنن که بتونن پرسپولیس و تماشاچیان این باشگاه رو کنترل کنن. متاسفم، امیدوارم که یک روزی برسه و ما افراد متخصص رو در جایگاه خودشون ببینیم. آقای بازرگ یه سمت دیگه هم داره که شما فراموش کرده، حالا من میگم رئیس مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما هستن ایشون و مشاور آقای تقدسشون در این سازمان هم هستن آقای محمد جمشیدی. بدتر در خدمت شما هستم آقای بازرگ، تا هفته بعد هم با شما خداحافظی میکنم. خداحافظ شما، وقتتون بخیر. خب این بخش از برنامه رو با تمرین رضا قوچانجا در تیم استاندارد لیژ بلژیک که در صعود تیم ملی به جام جهانی 2014 نقش بسزایی داشت، گلی که به کره در خود کشور کره زد و این تیم رو مغلوب کرد، تیم ایران. قوچان نجات بسیار هم بازیکن خوبی است، همکار من هومن شعبانی سری زده به لیژ و در تیم استاندارد لیژ حضور داشت در تمرینات این تیم و مصاحبه نسبتا مفصلی هم با این بازیکن کرد. این مصاحبه رو میبینیم در بخش پایین در خدمتتون هستیم، لطفا ما رو همراهی بفرمایید. رضا جان از اینکه وقت تو به من دادی ازت بی نهایت ممنون هستم. میدونم بعد از تمرین هم هست، خسته هستی. میخوام نظرتو بدونم. 16 سال پیش یکی از ایرانی های اهل مشهد سال 98 تیم فوتبال ایران رو به جام جهانی فرانسه برد. امروز این اتفاق 16 سال بعد اتفاق افتاد و تو توانستی تیم ایران رو مسافر برزیل بکنی. احساس درونی چیه که این اتفاق افتاده؟ راستش بخواین که اولش بگم که نه من نتونستم تنها این کار رو بکنم، یعنی واقعا یک کار تیمی بود، یعنی همه با هم این زحمت کشیدیم که به اینجا رسیدیم. حالا درست که من مثلا الان این ماه پیش این گلا رو من زدم، اما همه تیم همه با هم کار کردیم، یعنی همه زحمت با هم کشیدیم. اگه اونا هم زحمت نمی کشن بچه های دیگه، من هم هیچ وقت این کار نمیتونستم بکنم. یعنی واقعا تیممون خیلی زحمت کشید و خیلی جنگیدیم این سه تا بازی آخری که باید میبردیم و دیگه خیلی خوشحال هستیم که الان خودمون رو به برزیل رسوندیم و ایشالله اونجا هم بتونیم کارهای قشنگی و شیرینی نشون بدیم. الان ترکیب تیم ظاهرا حقیقتا هنوز مشخص نشده، ولی آیا میدونی که توی ترکیب تیم ثابت تیم هستی یا نه؟ اینجا یا تیم ملی؟ نه تیم ملی. تیم ملی دیگه اونو اینجور که قبلا هم بهتون گفتم اینو بعد از آقای کیروش بپرسیم. اینشون دیگه بعد سعی کنن یه تیم خیلی خوبی درست کنن، یه تیم خیلی پرحرفه‌ای و یه تیم خوبی بسازن که برای برزیل آماده باشن دیگه. من میدونم، اطمینان دارم که آقای کیروش این کار حتما خواهن کرد. برای همین امیدوارم که یه تیم خیلی خوبی داشته باشیم که به برزیل هم برسیم و اونجا هم بتونیم چیزهای قشنگی نشون بدیم. چطور شد با تیم ملی ارتباط برقرار کردی؟ آقای کیروش چجوری تونست با تو ارتباط برقرار کنه و تو رو دعوت کنه به تیم؟ و اون لحظه که تلفنی داشت با صحبت میکرد و تو رو دعوت کرد به تیم ملی، اون لحظه چه حال و هوایی داشتی؟ راستش رو بخواین دیگه من خودم یعنی اصلا رابطه چیز نداشتم با ایران. بعد دیگه شنیده بودم یک آقای کیروش دو بار اومده بودن، دو سه بار فکر اومده بودن بلژیک که بازیمون ببینن و دیگه بعد از این چند تا بازی خودشون با من تماس گرفتن و دیگه تلفنی ازم پرسیدن که دوست دارم برای ایران بازی کنم، برای کشورم. و من همونجا بهشون گفتم واقعا افتخار میکنم که اگه بتونم برای کشورم بازی کنم و اگه شما یک موقعیت چیزی به من حتما دعوتم کنی حتما میام، چون واقعا برای من افتخاره و یه چیز خیلی خوبی اگه بتونی برای کشورت بازی کنی. و
و دیگه همینجوری همین تلفنی دیگه یه بار دعوت هم کردن و از اون موقع دیگه الحمدلله همیشه تیم ملی دعوت شدن. وضعیت داره برگردیم یه ذره تو استاندارد لیژ بلژیک، وضعیتت اینجا چطوره؟ راضی هستی؟ خوبه؟ چطوره؟ ببینین الان وضعیت هم اینجا هنوز زیاد معلوم نیست. ببین معلوم 4 سال قرارداد بستم با اینجا، هنوز 3 سال قرارداد دارم و مهمترین اینه برای من که الان بازی کنم، یعنی باید زیاد بازی کنم. حالا اما اینجا خداییش الان خیلی چیز بازیکن زیاد داریم و بعد دیگه ایشالله ببینم چیکار کنم. اگه این چند روز و این چند هفته بعد نگاه کنم ببینم ایشالله موقعیتم چجوریه اینجا و اگه تونستم اینجا زیاد بازی کنم حتما اینجا بمونم و اگه این شانس نداشتم این شانس رو ندارم باید سعی کنم یه باشگاهی برم که حتما بتونم زیاد بازی کنم. این اصلا مهمتره. و آیا درخواستای دیگه ای داری که از باشگاه‌های دیگه که باید ارتباط برقرار کرده باشن که بتونی بری؟ مثلا اگر احیانا 1% توی لیژ نتونی بازی کنی بری جای دیگه ارتباط برقرار کنی؟ راستشو بخواین اگه تا الان که یعنی واقعا باشگاه زیاد اومده، یعنی که پیشنهاد نمیخوام الان بگم خیلی زیاد داشتم، پیشنهاد زیاد داشتم تا الان خودش، یعنی از خود بلژیک، از هلند و از کشورهای دیگه یه چند تا پیشنهاد داشتم، اما تا الان راستش بخوام دوست دارم هنوز اینجا ببینم موقعیتم چجوریه و هنوز زوده بتونم تصمیم بگیرم، اما اگه دیدم که اینجا یعنی واقعا شانس بازی کردن کمه باید سعی کنم برم یه باشگاهی که شانس بازی کردنم زیاد باشه و امیدوارم و میدونم که حتما اگه شانسی نداشتم به یه باشگاه خوب دیگه میتونم برم. و سوال آخر اینه که دوست داری تو رو قوچی صدا کنن یا رضا قوچان نجات؟ چی دوست داری خودت؟ واقعا برام فرق نداره، مهمترین هم اینه که مردم رو خوشحال کنیم با بازی خوب، با بردهای قشنگ، با گلهای قشنگ، این از همه مهمتره و مردم دیگه هر جور خودشون دوست دارن صدا کنن دیگه، من برام فرق نداره، من خوشحال میشم. از اینکه وقت تو به من دادی ازت سپاسگزارم رضا جان. خواهش می‌کنم، وظیفه‌مون. با امید دیدارت. خدا نگهدار. خدا حافظ. در این قسمت از برنامه که قسمت آخر این هفته سوت هست، میریم به پاریس در خدمت آقای رجی ادیب‌زاده کارشناس مفسر ورزشی هستیم و مرور میکنه مطبوعات رسانه‌های اروپایی رو، نقل و انتقالات و هر آن چیزی که در این قاره اتفاق افتاده. آقای علیزاده، من خدمت شما سلام عرض میکنم و بسیارم خوشحال هستم این هفته در خدمتتونم. درود بر شما آقای خسروجردی، ولی اینکه منو آخر سر گذاشتیم، به هر حال همه خسته شدن نه؟ اتفاقا آقای علیزاده، بخش شما یه بخشیه که برنامه رو با هم پایین بریم و مهمترین قسمت برنامه است، اینو بدون هیچ شوخی دارم اعلام میکنم. متشکرم ازتون. به هر حال من از همینجا به همه بینندگان ایران فردا و همه کسانی که برنامه سوت رو میبینن سلام میکنم، درود میفرستم. امیدوارم در این تابستان داغی که الان اروپا رو فرا گرفته اونها هم همچنان دلشون گرم باشه و همیشه با ورزش باشن، ورزش رو فراموش نکنن. آقای ادیب‌زاده، مارتینو آرژانتینی بالاخره اومد بارسلونا و تو این هفته اتفاق عجیبی که رخ داد و تیتو ویلانوا خداحافظی کرد، ما می‌خواستیم نقل و انتقالات از اینجا شروع بکنیم. بله، اتفاقا همین مسئله که میگید، مجله فرانس فوتبال عکس هفته شو یه عکس هفته همیشه داره، می‌بینید که این عکس هفته جلسه یه که بازیکنان بارسلون داشتن و رفتن مربیشون به نیویورک برای دوباره عمل جراحی اینا، کنارگیریش رو اعلام میکنه. میبینید که قیافه ها همه واقعا ناراحت و غمگینه به خاطر اینکه به هر حال یه مردی رو از دست میدن که چند سال، شاید چندین سال با اونها بوده و حالا به صورت مربی یا کمک مربی این تیم بوده و حالا معلوم نیست سرنوشتش به کجا میرسه. به هر حال خیلی زود باشگاه بارسلون موفق شد که جراردو مارتینو رو، مربی آرژانتینی رو، جانشین او بکنه، برای اینکه چیزی به آغاز فصل باقی نمونده. همین امشب بارسلون قراره که با تیم بایر مونیخ با دیدار دوستانه بکنه. آیا ایبزاده، بایر مونیخ 2-0 بازی رو برد و خواستم خدمت شما بگم که مارتینو اولین باختش رو داد دیگه.
بسیار خب، پس البته هنوز مارتینو نیومده به بله دیگه. بله، به هر حال این مربی بیشتر در آمریکای لاتین بازی میکرده و به هر حال مربی تیم ملی پاراگوئه بوده و با این تیم به مکان چهارم جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی رسیده. البته آقای ادیبزار عوض میخوام به جمع هشتیم راه پیدا که همون نتونستم برم بالا، مربی بسیار کارکشه از همونطور که شما فرمودی. بله درسته. به هر حال نقل و انتقالات فوتبال به نظر من در این روزهای گرم تابستون خیلی داغ‌تر از این روزهاست، برای اینکه می‌بینیم که چندین رسانه انگلیسی، دیلی میل، تایمز، تلگراف پیشنهاد آرسنال به لیورپول رو نوشتن برای لوئیس سوارش که البته لیورپولی‌ها رد کردند. توپچی‌های لندنی پیشنهاد 40 میلیون اورو، 40 میلیون پوند ببخشید، 46 میلیون اورو کرده بودند برای به خدمت گرفتن سوارش، اما مدیران و مسئولان لیورپول این پیشنهاد رو رد کردن و گفتن که سوارش همون ارزش ادینسون کاوانی رو داره، یعنی 63 میلیون باید اونها بدن تا بخوان سوارش رو به خدمت بگیرن. البته به نظر من یه مقدار این پیشنهاد سنگینه و من فکر میکنم که سوارش در همون باشگاه لیورپول بمونه. دیلی میل از خواسته چلسی و آرسنال نوشته برای واین رونی که به هر حال اگه منچستر یونایتد بخواد گلزنش رو بفروشه، آرسنال که قطعا هنوز ستاره بزرگی نخریده در بالای صف خریداران قرار داره. البته همین هفته پیش بود که مربی تازه منچستر یونایتد اعلام کرد که رونی رو نمیخواد بفروشه. به نوشته یه اکیپ به دنبال دروازبانی که میخوان بخرن، دروازبان اسپورتینگ پرتغال رو خریدن با پیشنهاد 10 میلیونی، 25 سال است و باید با دروازه‌بان اول پاریس سن ژرمن رقابت بکنه. در نقل و انتقالات دیگر، حالا امروز روزنامه اکیپ از جدالی که قرار درگ بگیره بین موناکو و آقای زلاتان ابراهیموویچ، اکیپ در فاصله تقریبا دو هفته با آغاز فصل فوتبال، میدونید که روز جمعه 9 ماه آگوست پاریس سن ژرمن باید در برابر بوردو لیگ یک فرانسه را آغاز بکنه، روزنامه اکیپ یه نظرسنجی کرده از نزدیک به 100 هزار نفر روی انترنت و گفته که فکر میکنید که آیا فالکاو و موناکو بتونن که ابراهیموویچ رو له بکنن. این همین چیز رو نوشته و 52% گفتن که بله همچین اتفاقی خواهد افتاد. اما اگر نگاهی بکنیم باز خود این روزنامه اکیپ باز این دوتا این مسئله رو دنبال کرده. اجازه بدید جدال این دوتا باشگاه رو که هنوز آغاز فصل شروع نشده، به قول ایرانی ها کرکری به شدت ادامه داره در مورد اینکه چه کسی برنده میشه. اون چه که مسلمه صاحب میلیاردر نفتی موناکو که در حدود 65% سهام موناکو رو خریده، او مهره های بیشتری رو در اختیار گرفته. آقای شیبانی، آقای علیزاده عوض میخوام، من میخواستم یک دو دقیقه پایانی رو درباره جمع‌بندی شما درباره تور دو فرانس و مسائل دوپینگ یک دو دقیقه وقت داشته باشیم صحبت بفرمایید. تور دو فرانس به خوبی به پایان رسید با قهرمانی، یعنی یک صدمین تور دو فرانس برای اولین بار در شب به پایان رسید در خیابان شانزلیزه، آتشبازی بسیار زیبایی البته به صورت الکترونیکی روی اون طاق نصرت اتوال برگزار کردند. به حال شب 21 ژوئیه با قهرمانی بریتانیایی کریستوفر
فروم به پایان رسید. این دومین بریتانیایی هست که مسابقات مهم تور دو فرانس میبره. به همین جهت سال آینده مسابقات تور دو فرانس از لندن آغاز میشه تا رسیدن به نزدیک دریای مانش، سه مرحله در خاک انگلیس برگزار میشه. این مسابقات امسال 3404 کیلومتر بود در 21 مرحله. 56 میلیون نفر تماشاگر اون شب پایانی بودن و به هر حال خیلی باشکوه برگزار شد امسال. اما مسئله دوپینگ که گفتید، کاری که امروز مجلس سنای فرانسه کرده بود، یک کار تحقیقی انجام داده بود در مورد دوپینگ، اون هم به ویژه در مورد تور دو فرانس. این کار گروه تحقیق سناتورهای فرانسه که 5 ماه روی اون کار کردن از تور 1998 آغاز شده و 2004 به پایان میرسه. چند لابراتوار، چندین قهرمان در کنار سناتورها در این تحقیق دست داشتن. اون چی که بسیار مهمه و حالا همه از اون دارن فکر میکنن، یک سکوی قهرمانی در سال 1998 به طور کامل دوپینگی بودن. یعنی این نتیجه تحقیق سنای فرانسه، یکیش هم اینه. به هر حال زمانی هم میشه که سیاست ورزش رو پوشش میده، میبینیم که به نفع ورزش هست. 5 ماه کار، 18 رشته ورزشی رو اینها باز بررسی کردن، روی 138 نفر تحقیق کردن، 70 ساعت کار کردن. اون چه که فعلا اعلام شده اینه که یک ایتالیایی، یک آلمانی و یک آمریکایی که از سکوی 1998 رفتن بالا، 1998 رفتن بالا، هر ستاشون دوپینگی بودن. حالا یک مسئله دیگه اتفاق افتاده، اونم این که در سوئیس دستگاه اختراع شده بعد از آزمایش ادرار، بعد از آزمایش خون. حالا این دستگاه روی پوست گذاشته میشه یه تکش و در اون نشون میده که آیا این شخص از مواد نیروزا استفاده کرده یا نه. البته این دستگاه رو برای سرطان اختراع کرده بودن، الان میبینن که به درد دوپینگ هم میخوره. به این ترتیب من از همینجا اعلام میکنم که پایان دوپینگ در ورزش فرا رسیده. بسیار ممنونم آقای ادیب‌زاده به خاطر توضیحات کارشناسی شما و با شما خداحافظی میکنم. متشکرم ازتون. ممنونم از آقای ادیب‌زاده به خاطر حضور در برنامه. پایان برنامه این هفته سوت رسیدیم و حضور کارشناسانی که در برنامه بودن و درباره مسائل مختلف صحبت کردیم و مهمترین بخشی که این هفته صحبت شد درباره سه تا کوهنورد مفقود شده ایرانی در رتبه که پاکستان از همه قصد امید کرده. اما در پایان برنامه امیدواریم که یه خبرهای خوبی به دست ما برسه که بتونیم به سمع و نظر شما برسونیم و این سه نفر زنده بمونن. امیدواریم که برنامه برای شما مثمر ثمر واقع شده باشه. تا هفته آینده که در خدمت شما باشم، من با شما خداحافظی میکنم. به فیسبوک برنامه سری بزنید و اونجا نظر و پیشنهاد و انتقاد بکنید، حتما موثر خواهد بود. تا هفته آینده، خدا یار و نگهدارتون.